پیغمبر تو کام حسین ابن علی علیه السلام میذاشتن، از این طریق امام حسین شیر می‌نوشید. المرتزوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحسين وغياث مضطر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. تقديم
میمه به محضر مبارک حضرت سید الشهدا ارواح الافدا و شهدای کربلا و اسرای آل محمد اجماعا صلواتی مرحمت کنید. اساساً مدرسه زیارت تأسیس شده توسط ائمه معصومین علیهم السلام، تکلیف فرمودن امامان و اهل بیت و شخص رسول خدا مؤسس مدرسه زیارت. مرحوم ثقة الاسلام کلینی در کافی شریف یک بابی رو گشوده است در ابواب حدیث به این عنوان که تمامیت حج و عمره که خدا در قرآن فرموده و اتم الحج و العمره، آیه قرآنه در سوره 195 بقره، اتم الحج و العمره، دستور فرموده خدای سبحان که آج آقایی که رفتی مکه حج به جا بیاری، آقایی که رفتی عمره به جا بیاری، عمره و حج رو باید تمامش بکنی. بعد 17 روایت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف اصول اونجا میاره به این عنوان که تمامیت حج و تمامیت عمره به زیارت الامام میباشد. ازا تو روایات نبی مکرم فرمود کسی که حج خانه خدا بیاید ولم یزرنی به زیارت من نیاید، فقط جفانی به من جفا کرده است. و کسی که جفا به پیغمبر بکنه خدا حجشو میپذیره. کسی که عاق به رسول خدا بشه خدا از او عمل میپذیره. اتم الحج والعمره. پس خوب گوش کنید، اگه بهت گفتن چرا تو فرهنگ شما شیعه ها مسئله زیارت اینقدر پررنگه و اینی که جز جیگر عمریه رو در آورده، پدرشون رو در آورده، این زیارت قبور ائمه اهل بیته، که چرا به زیارت اینقدر بسیج، اینقدر اقبال؟ اون وقت مر تاریخو که آدم مطالعه میکنه، هیچ وقت در کن زیارت کربلای امام حسین راحتی و سهولت تعبیه نشده. اصلا اساس این سفر بر صعوبت و مرارت و سختی است، در عینی که سخت و صعب و مشاکل عدیده داره، ولی اونقدر لذیذ است و شیرین است، بی خود نیست که رئیس مذهب امام ششم سلام الله علیه فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارت الحسین. امام صادق قذف، قذف یعنی چه؟ گاهی در عربی میگه سبه، گاهی میگه وضعه، گاهی میگه جعله، گاهی میگه قذفه، گاهی میگه نهاد، قرار داد، وضع، گاهی میگه جعله، عباراتون اخرای همون وضع است با یه لطافت در تعبیر. گذاشت، قرار داد، جعله یعنی گذاشت، وضعه یعنی قرار داد، توش کن تعبیرش مفهومه برای اهلش که لغت عرب بلده. نمی فرماید ازا اراد الله به عبد خیرا جعل فی قلبه حب الحسین، وضعه نفرموده. امام صادق داره حرف می زنه، این کلام معصومه، ادل قرآنه، تلو قرآنه، به همون میزانی که در قرآن باید تدبر و تعمل کرد در کلام امام صادق باید تعمل کرد. ازا اراد الله به عبد خیرا فرمود قذفه، قذف یعنی چه؟
وقت این کلمه یه غزفه تو لغت وقتی ملاحظه میکنی یک دقیقه ای درش خوابیده که امام ششم فرموده اذا اراد الله و عبدا خیرا غزفه فی قلبه، غزفه به کار برده، معناش دقیقه دقیقی داره. مثلا فرض کنه یه آقای اینجا نشسته اصلا هیچ توجهی به ما نداره، توی عالم خودشه، یه هوی چیزی پرت میکنی به سمتش و میگه ها چه خبره، به من باش. این انداختن چیزی به سمت کسی که او رو متوجه به خودت بکنی این اسمش قذفه. وقت امام ششم فرمود از اراد الله به عبد خیر، وقتی خدا میخواد یه بنده قافل بیخبر قهر از خودش به خود با خودش آشتی بده، من چه کار میکنه؟ امام حسین میندازه تو زیر حسینش برید یالا، برید مطالعه کنید، برید تحقیق کنید، برید تمام اونهایی که به صلاح و فلاح رسیدن و پیش از این که به صلاح و فلاح برسن توی یه وادی های دیگه ای بودن و برو ببین هرچی قر و دبه و قرازه و خراب و آلوده بوده اومده تو تشکیلات خدا با خدا رفاقت تنگ و باریک و تو هم رفاقت خصوصی پیدا کردن و پیدا کنی، به خدای لا شریک له همه شون امام حسینی بودن. امام حسینی کردن خدا محبت امام حسین میندازه تو دلش. نمونه بارزش جناب حر ابن یزید ریایی 60 سال بیراه رفت، حر در کربلا بالای 60 سنش از امام حسین سنن بزرگتره، اونقدر بیراه رفته که اگر همه معاصی و کبائر و گناهان و آلودگی های اخلاقی و همه رو رو هم بریزی و اندازه او نخواهد شد. صبح عاشورای نگاهی که تو صورت حسین امام حسین یک جلوه‌گری هایی در کربلا داره، آخ 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 چه کار کرده، چه دلبری کرده در کربلا، یک جلوه‌ای کرد تو چشم هور، یه نگاهی کرد و گفت، رو کرد به پسرش گفت بابا و ما تنظر اله هاذ الرجل القریب، نگاش کن چهره چقدر قریبانه و مظلومانه است، بیا بریم اون بر. حسین اینم که انقدر تأکید شده تو مدرسه دین، برید زیارت کنید، اونقدر تشویق، اونقدر تأکید. پیرزنه اسمش ام سعید همسیست، پیره فرتون شده، نوشتن این خیلی به زیارت امام حسین میرفت و میومد. زیارت امام حسین امروزه رو حساب نکنه که بشینی تو تیار نجف پیاده بشی یه ساعت بعد کربلا باشی، بعدم که وقتی میخوای بری بیان تو فرودگاه بدرقت کنن و دستتو ببوسن و التماس دعا بهت بگن، چیزی هم تو کیسهت بذارن بگن مارم دعا کن، وقتی هم برمیگردی بیان دست پاتو ببوسن و ماجد بکنن و هی تعویلت بگیرن، اون وقتی که میخواست بره زیارت امام حسین، رفتن به زیارت امام حسین مساوی با قتل است، خوف خطر. پیرزنه رفت میرفت میرفت میرفت، یه روز اومد خدمت امام ششم عرض کرد ابن رسول الله من دیگه پیر شدم، فرتود شدم، خیلی هم زیارت امام حسین رفتم، این تکلیف دیگه نمیرسه به من، ساقط هست یا دوش ما برداشته بشه بقیه برن. فرمود نه نه، گفت نمیتونم برم دیگه، نمیکشه بدن، نمیکشه. فرمود یه نفر رو اجیر کن بره کربلا برات به نیابت تو زیارت کن. اجیر کن یعنی چه؟ یعنی یا خودت حضور پیدا کن محضر این حسین یا نائب بفرست، یعنی حضور شما شرطشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم باید بری کربلا. بعد یه مدتی که آقا معافی ما، فرمود خیر خیر چیکار کنیم یا ابن رسول الله، ما حالا که خودت نمیتونی بری، پولم نداری کسی رو نایب کنی، برو وضو بگیر رو به قبله زیر آسمون، سر برهنه، پاهاتم برهنه، دلتم بره کربلا و
ان تضع کفیك على صدرك، دستاتم بذار رو سینه، دو تا دستاتو اینجوری بذار علامت تسلیم محض، بعد بگو السلام عليك يا ابا عبدالله، تمت زیارتك. خب چی میشه حالا اگه این کاری کردیم؟ تمت زیارتك. تمت. بعد فرمود به این عمل خدا در پرونده تو ثواب هزار حج و هزار عمره از حج و عمره رسول خدا ثبت می فرماید. هزار حج که اگه من بخوام به تمام عمرم هر ماه بخوام عمره برم هزار تا نمیشه. تازه اگه برم و تمام ضوابط حج و عمره رو اونجوری که خدا دستور فرموده به جا بیارم، باز حج رسول الله نمیشه. گاهی وقتا دیدی این نسخه برات میشه، میری داروخانه میگه فلان دوا رو، میگه اینه نداریم ولی مشابهش رو داریم بهت بدیم، این قرص نداریم مشابهش رو داریم، کاربری اینه داره. اگر ارزه نداری مثل پیغمبر حج به جا بیاری، ارزه نداری مثل پیغمبر عمره به جا بیاری، مشابهش که کار حج پیغمبر میکنه یک سلام به قبر حسین میبر. حالا از این امام حسین آقا تر پیدا میشه زیر این چرخه که بود، این زیارتش. و اما گریه برو فرمود اگر کسی به اندازه بال پشه، بال پشه چقدر خود، اما خدایی که میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون خداها، همون قرآن، همون منطق، همون مبنا، همون مدرسه، همون مکتب. و من یعمل مثقال ذره، او همون خدا، همون خدایی که تو قرآن فرموده حضرت از قول لقمان به پسرش یا بنیه انها ان تکو، اگه عمل تو به اندازه مثقال خردلی باشد و پشت یک صخره سنگی افتاده باشه فردای قیامت، یعت به الله، اون عمل رو میاره. مثقال خردل زیر یک تخته زنگی باشه، کدوم چشمی میتونه او رو ببینه و کدوم دست میتونه برداره بیاره الا دست خدا؟ میگه میاره، میارش به صحنه وزن، وزنش میکنه، مقدارش رو نشونت میده، بعد میگه این عمل تو این مقدار قیمت دارد، حقش اینه، ثوابش اینه، عقابش هم اینه. قرآن، همون خدا، به همون منطق امام و خلیفه همون خدا میگه اگر چشم کسی به اندازه یه بال پشه در رسا و مصیبت حسین ما تر بشه، مزدشیه. افرالله تبارک و تعالا ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر، دنبالش هم دارم، و غفر الله والده. یه روایت دیگه دیدم گریه یه بر حسین، میدونی چه امتیازات داره؟ یکیش اینه، خدا همسایاتو میبخش. عجب سفره کرمی. من شما مدام تو زینیم کربلایی ها گریه کردن، من شما گریه کردی، خودت که هیچی، التماس دعا بخشیده شدی، حرفشو نزن بابا، نرزن میشی همسایاتم که همسایی تو هنو خدا میبخشه. کی شناخته این حسین؟ چرا؟ چرا زیارت عاشورا بخونید، دعا
تو زیارت عاشورا این حقایق تعبیه شده. ببین گوش کن. فاسأل الله الذي، به امام حسین میگی در زیارت عاشورا، اکرم مقامک و اکرمنی بک، از خدایی که مقام تو را گرامی داشت. حال مقام حسین چیه؟ همینه دیگه، که اگه برش گریه کنه خودش، پدرش، مادرش، همسایه‌هاش، این مقامه دیگه، این مقام این آقاست. خدا گرامی داشته، شاه بخشیده، شاه قلی نمیبخشه. این آقا مگه میشه؟ چرا نشه؟ کجاش گیر داره؟ چه محضوری داره؟ اصلا مثال جوونا گوشاتون رو باز کنید، مبادا یه وقتی در مقابل این لاتایلاتی که این دشمنان مدرسه عاشورا و مدرسه امامت ولایت هی زرزر میکنن، شما وقتی مثل ماسوا بریدا نترس، دین شما، مکتب شما، عاشورای شما پشتش به خدا بنده، به خود خدا بنده. مسئلتون اگر اصلا امام حسینی هم نبود، پیغمبری هم نبود، هم شیخ مهدی تهرانی بود و خدا، تمام معاصیرم من کرده بودم. خدا اگه بخواد ببخشه کسی میتونه چونو چرا بکنه؟ میتونه؟ همینجوری عشقم کشیده ببخشم، کسی میتونه برگرده بگه نمیشه ببخشی؟ تا چه برسه که خدا به واسطه حسین، وقت تو میفهمی این قطره ای که به اندازه یه بال پشه از این چشم میاد بیرون، این در حقیقت این مثل این دست شما رو دکتره میگیده، اینجوری یه پنج دقیقه نگاه میکنه یه تکونکی میخوره دیگه، درسته؟ نبض شما نگیره، بعد میگه شما فلان کسالت رو داری. یا آج آقا این چیزی نیست، تو نمیفهمی من میفهمم. تو میدونی این قطره عشق علامت چه چیزایی در صمیم جان شماست که خودت خبر نداری، خدا خبر داره. میگه این علامت اون نور و جوهره ایمان به خدا و ولی خدا میباشه، او قیمت داره، او مثل بوم هسته‌ای میمونه، اون قدرت تخریب داره، هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، نووی به قول شما، او درش نیروها درش تعبیر شده. یک بنیان معصیت به اندازه هزار طبقه گناه رو هم تلمبار کرده باشه، یک برج ایفل گناه کرده باشه، این بوم هسته ای بزن زیرش معدومش میکنه. این که امام رضا فرمود ان البکاء علی الحسین لیحط الذنوب العظام، گریه بر حسین ریشه گناهان بزرگ را می سوزاند، صاف میکنه جاده، صاف صاف. اینا رو بین ما حسین خدا داده. اگر یه تابلو زدیم اینجا گفتیم اینجا داروخانه است، اینجا سیدعلیه است، اگر گفتیم اینجا مطبه های دکتر فلانه است، یعنی آی خلق الله برید خودتون رو مریض کنید، مسموم کنید، این منظورش اینه؟ یا نه اصلا نفس این داروخانه، نفس این وجود طبیب، یعنی خلق الله حواستون جمع بشه، باید طب رعایت کنید، طبی هست، بهداشتی هست، این طبیب و این داروخانه علامت وجود طب است، بهداشت است. تو هم باید بهداشتی زندگی کنی، تو هم باید تمیز زندگی کنی، تو هم باید پالایش شده زندگی کنی، تو هم باید بدون میکروب زندگی کنی. اما این دنیایی که من و شما زندگی میکنیم پر از میکروبه، میکروب جنسی شهوات، میکروب غضب، میکروب هوا، میکروب هوا، پره. این عالمی مدلیه، تو هم که نمیتونیم ما ببریم تو یک دونه شیشه یه بلوری حبست بکنیم که هیچ هوای آلوده به تو نخوره، هوا بهت میرسه، آلوده میشی،
اما اگر آلوده نشد تا جایی که میتونی ماسک هم بزن، دماغت هم بگیر، عینک دودی هم بزن، همین رو بکن، رعایت کن، تقوا یعنی. اما اگر یه وقتی رفتی تو دل این اجتماع و کشیده شدی به ناکجا آباد معصیت، وقت دکترش حسینه، داروخانش هم گریه یه بر حسین. غلط کرده هم که گفته این روایاتو که شما میخونید یعنی مردم تشویق به معصیت میشن. غلط کرده کی گفته؟ چه تبلیغ غلط میکنه؟ عیال عباس که زن عموی پیغمبره، گفت شب در عالم رویا خواب دیدم که یک تکه از گوشت بدن پیغمبر جدا شده افتاد تو دامن من. این سنیا هم نقش کرده. وحشت زده از خواب گفت بیدار شدم و صبر کردم، صبح شد و صبح اومد محضر نبی مکرم از خدیار، خواب پریشون دیدم، نگرانم. فرمون رعیت خیرا، چی دیدی بابا؟ گفت خواب دیدم تیکه از گوشت بدن شما قیچی شده تو بدن من. فرمون رعیت خیرا، خیلی خواب خوبی دیدی. گفت چطور؟ ازت فرمودن که به زودی خدا از فاطمه من به من فرزندی عطا میکنه که تو افتخار خدمتگذاری این بچه رو پیدا میکنی و موظفت میکنم که تو این بچه رو مادرش نباید بهش شیر بده. رضا این بچه توسط منه به فرمان خدا. تو این حسین رو برمیداری میاری هر روز پیش من، من بچه رو تغذیهش میکنم. بردارید ببینید سنی و شیعه نوشتن. امام حسین رو می آورد همین خانوم محضر پیغمبر. بعضی روایات داره هر روز، بعضی روایات داره سه روز یه بار، بعضی روایات داره که کمتر بیشتر اختلاف داره. می آورد محضر پیغمبر. وقت تو روایات داره پیغمبر گاهی با شست مبارکش، گاهی با سبابه مبارک، گاهی هم زبانش رو پیغمبر تو کام حسین ابن علی علیه السلام می داشتن. از این طریق امام حسین شیر می نوشیدن، یعنی شیره جان پیغمبر جذب بدن این کودک شده، یعنی گوشت، پوست، استخوان حسین از رسول خدا می باشد. وقت اگر من بگم خدای منو با این امام حسین محشور کن که گوشت و پوست و استخونش از پیغمبره، ها یعنی میگه نکن این شرکه. وقت او خودش علیه ما علیه برمیگرده میگه منو با ابو بکر و عمر محشور کن. پس دعوا سر این ولایته، همه دعوا سر همینجاست. حالا که دعوات بجنگ تا بجنگی، چرا من شلشم؟ چرا من کوتا بیام؟ چرا من از مواضع اهل بیت فاصله بگیرم؟ سفت پستید سر مواضع ولایت مداریتون، محکم. از هیچ کدوم از مواضع شاعر عاشورا نمیخواید عقب نشینی بکنید. هرچی کوتا بیاین میگه اصلش رو جمعش. قرآن گفته لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا تمام بچه شیعه ها در بس عمری محض نشن ها، دست سر ما بر نمیدارن. خیال نکنید که دست از گریه برداری، دست از پارچه سیاهی برداری، دست از علم برداری، دست از کتل برداری، دست از کربلا برداری، بهبه براد میکنن و هر چه عقب بنشینی بازم میگه جمعش کن، اصلشو جمعش کن. اگه نمیبینی نهیدی میگه این سلفی ها فتوا میدن به تخریب قبور، مگه سامرا رو خراب نکردن؟ مگه 90 سال بقی همینطور خاک نیست، تل خاک نیست؟ بهشون برسه امام رضا هم همینه، حرم فاطمه معصومه هم همینه، زینبش هم همینه، رقیه‌اش هم همینه. رضا رگ رگ است. این آب شیرین و آب شور بر سریا میره و تا نفخ صور. سفت بسید سر بوازعتون. پس کربلا زیارت، امر به زیارت، اون وقت پیادش، سوارش، تا تو روایت در اون عبارت امام صادق فرمود الله و علم الناس ما فی زیارت الحسین
لأتوه حبذاً ولو على الثلج. بابا عمو میگه آقا این سینه خیز رفتن ها چی چیه؟ چرا خیز میرید اینا بده؟ این عمری ها میبینن این نمیتونن تحمل کنن. خب چشمشون کورش 80 تا بشه، چشمشون نفسشون قطع بشه. چرا من خیزم و نرم؟ چرا خیز نرم؟ خیزم میرم. دلیلش روایت امام صادق فرمود اگه مردم میدانست در زیارت حسین ما خدا چه قرار داده، سینه خیز روی یخ و برف تا کربلا میرفته. سینه خیز چار دست و پا. بله بله، این مدرسه رو خدا تأسیس کرده. پس اصل بحث زیارت قبر حسین و قبور ائمه ریشش در کجا بود؟ سوره بقره آیه 195 و اتم الحج و العمره. تمامیت حج و تمامیت عمره که خدا در قرآن فرموده است. قرآن وقتی میگه پیغمبر باید قرآن رو معنا کنه، اهل بیت باید معنا کنن. مساس دین ما اینه. فرمود تمامیت الحج لقاء الامام. پس زیارت قبور ائمه تکمله حج می باشد. پس این شب و روزا بریم دنبال اون قافله در بدری که آواره شده از مدینه، کارش به کجا کشیده. با ویلا این عبارت رو من چجور باید بلا کنم؟ دخلت زینب و علی ابن زیاد. اگه بخواید چرا خاموش کنی؟ بسم الله. دخلت زینب و علی ابن زیاد. گفتن در محضر میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، میرزا حسن تهرانی. فراز منبر تا رسید به این عبارت دیدن میرزای شیرازی قش کرد. دیم به حال شوردن گفت دیگه لخونه این سب کنن که این ادا بشه. اون خانومی که وقتی میخواست بره حرم پیغمبر، آقا جان اجازه میدی برم حرم جدم و زیارت کنم؟ فرمود الان روزه، سب کن شب بشه. تاریکی شب مدینه رو فرا بگیره. بعدم فرمود بیان محرمات، بیان داداشات، بیان زینب، محمد حنفیه، عباس، عبیدالله، جعفر، عثمان، برادرهای دیگه، حسن، حسین، بیان یه حلقه تشکیل بدید محرمان. بعدم میفرمود چند تا دونه زن همه لباس ها رو بپوشن و چادر ها رو بزر کنن، حلقه بزنن دختر علی وسط این زن ها، قد و قامتش دیده نشه، گم بشه. وقت دیدم سد نور الدین جزایری در خصائص زینبیه یه جمله ای داره که امیر المومنین خودش جلو حرکت میکرد، پشت زنی برادرها خواهرتون رو بیارید، زینب رو بیارین حرم پیغمبر. گفتن امیر المومنین سبقت میگرفت، تمام چراغای حرم رو خاموش میگرد، پشت زتونا رو وارزی میگرد یک دونه نامحرم نباشه، قد و بالای دختر علی رو نبین. حالا این زینب تو کوچه و بازار، این خیلی سخته، خیلی سخته. این دختر امیر المؤمنین تو مجلس عبیدالله کارشیه. لا اله الا الله. وارد مجلس شرابش کنن، تو
کوچه و بازار رازل و باش محملشانشون به در میگن این خواهر حسین هی اوال هی اوال هی اوال هی اوال رجده ای برگردنم افگند دوست تار و پودش از محبت ها یوزد گه به کوفه گه به شامم میبرم میگشد هر جا که خاطر قاوز آی بچه جیا بمیرم برات خانم بعضی نوشتن تو کوفه 12 شبان روز دختر علی رو زندان کرد هایی زبدمهاتون رو برکت در بیارید امام زمان میخواه میگه حسین جان بس و بیهلو که گل آبی بس و فدو فلدی فوق اغتاب المتیان تلفا وجوهم هر را جرام ایدیهم مغلولتون الالعنا حسین ای بارک الله حسین دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نگشت آریان جلوه که فانی نشود نور خدا بسم الله العظيم العظم العز أجل الأكرم بدم الحسين بمنهر الحسين إلهنا بالشيب الخريب وبالخد الدريب بالبدن الزليب وبالذغر المغروء بالغذيب وبالرأس المرفوع على القناة يا الله اللهم عجل لوليك المظلوم الفرج عجل لوليك المغموم الفرج عجل لإمامنا القريب الفرج عجل مولانا الوحيد الفرج على نمر فرج شنو معجل فرما دعواتمون مستجاب فرما مشكلاتمون بدست این حسين بدست با كفايت زينب حسين الان مرتفع بفرما هر چی تا این دقیقه خدای از ما صغیره و کبیره تا این ساعت سرداده همه رو به گل روی این زینب حسین مبدل به حسنات فرما پدر مادرامون رو ببخش و بیاموز ما را عاشورایی زنده بدار و بمیران عشق چشم و سوز دل و عمل خالص به همه ما مرحمت فرما و تقبل منا به احسن القبول رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات شبکه جهانی امام حسین
علیه السلام حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.